سلام، خوبی؟ محمد داود هستم و تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ الان ولدر. ما با ولدر میتونیم بین دوتا آبجکت خیلی جوشکاری قشنگ و سریع و با کیفیتی درست کنیم. همینطور که میبینید این الانه که سایت اصلیش اینجاست، گامرود. میبینید لوکاس هافمن که اسم دیولوپرشه. من این الان رو واسه یه دانلود میذارم توی کانال تلگرام. وقتی که دانلودش کردیم میبینید که اینجا میاد که این ورژنش با بلندر 2.91 هم سازگاره. واسه نصبش هم که خیلی راحت میریم توی ادیت، پرفرنسز، توی اینستال، از اینجا میرید اون محلی که فایلشو گذاشتید و اینستال ادان رو میزنید. من این کارو قبلا انجام دادم. خب حالا اگر ان رو بزنم این پایین میبینید که ولدر هستش، ادانمون اینجا اومده. اگر انتخابش کنید میبینید که این اینترفیسشه. اگر روی این قسمت عکس کلیک کنید میتونید مدل‌های مختلف جوشکاری که بهتون ارائه میده رو انتخاب کنید. من پیشنهاد میکنم همین مدل دومیش بذارید، خیلی خوبه، مخصوصا اگر بخواید بیک کنید توی نورمال مپ بندازید. اینجا هم کلید ولد هستش. اما قبل از اینکه روی این ولد کلیک کنم اجازه بدید که یک دونه کواد اسفیر بسازم داخل صحنم. شیفتی میزنم و یک کواد اسفیر دیگه میسازم. بعد هر دو تا آبجکتم رو سلکت میکنم و روی این ولد کلیک میکنم. به محض اینکه کلیک کردم ماوس رو که سمت راست و چپ ببرم میبینید که میتونم اندازه این ولدینگ رو مشخص کنم. مثلا این اندازه خوبه، یک بار کلیک میکنم. حالا اگر موسو چپ و راست ببرم میتونم این ولدینگ رو بچرخونم. این مقدار میچرخونم و دوباره کلیک میکنم، تموم شد. الان ولدینگ واسه من ساخته. تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که من اومدم روی این ولد راست کلیک کردم و بعد این رو به منوی فیوریت هم اضافه کردم. الان اگر کلیک کنم پاک میکنه، ولی واسه شما وقتی که اضافه نکرده باشید اینجا به جای ریموو اد میاد. حالا اگر من هر جا کیو بزنم میبینید که این ولد واسه من اینجا نمایش داده میشه. یک نکته دیگه هم هست اینه که این ادان کاری که انجام میده، اگر من این ولدینگ رو از اینجا چشمش رو بزنم میبینید که اینجا واسه من یه خط درست کرده، یه اسپلاین. چشمم بذارید از اینجا سلکت کنم، از اینجا، آره، میبینید که این اومده تو مقطع جایی که اینترسکشن وجود داشت یا اشتراک وجود داشت یک دونه کرو ساخته و بعد بر اساس اون کرو اومده این ولدینگ رو ساخته. اوکی، حالا من میام این ولد و دوباره همون اسپلاین رو پاک میکنم. مجدد این دوتا رو سلکت میکنم، روی این عکس کلیک میکنم و این دفعه مثلا میام و این جوشکاری رو انتخاب میکنم، این مدل رو. بعد مجدد میام این آبجکت رو انتخاب میکنم و بعد این آبجکت، کیو و ولد. موسایکم راست میبرم، کلیک میکنم، این مقدار میچرخونم و دوباره کلیک میکنم. میبینید که این جوشکاری واسه من ساخت. چند تا نکته مهم هم داره. من این رو پاک میکنم. اگر یک دونه سیلیندر بسازم، سکیلش میکنم، شیفتی راست کلیک آر ایکس 90 و الان وقتی که این دوتا رو انتخاب کنم، کیو و ولد رو بزنم، میبینید که ارور میده. به خاطر که این حجم الان مناسب این اسکریپت یا ادانمون نیست. اگر من این سیلیندر رو ببرم بالا، حتی این وقتی که ولد رو زدم ازش چند تا ساخت. مواظب باشید وقتی که حتی ارور هم میده اینجا واسهتون کپی میکنه آبجکت رو. من اینو پاک میکنم، من این آبجکت هم انتخاب میکنم، میبرمش بالا جوری که دیگه از این آبجکت پایین تر نیومده باشه. یه مقدار اسکیلش میکنم که کاملا بره تو این آبجکت هم و جایش از این آبجکت بیرون نیومده باشه. حالا این آبجکت رو انتخاب میکنم، بعد این آبجکت کیو و ولد موس رو سمت راست میبرم و اندازه که میخوام میچرخونم و کلیک میکنم. میبینید که باید آبجکتتون داخل یه آبجکت دیگه باشه و از این طرفش نزده باشه بیرون یا از حالا جاهای دیگهش. نکته دیگه هم که وجود داره اینه که گاهی اوقات وقتی که هر دو تا آبجکت رو با هم دیگه انتخاب میکنید، من اینا هر دو تا رو با هم دیگه انتخاب میکنم، میبینید که هر دو تا هایلایت نارنجی دارن. اگر کیو بزنم و ولد رو انتخاب کنم میبینید که ارور میده. حتما یه آبجکتتون رو اول انتخاب کنید، بعد اون یکی آبجکتتون رو انتخاب کنید. اینجوری مشخص میشه که کدوم آبجکت دوم انتخاب شده. حالا اگر کیو بزنم و ولد، میبینید که اتفاق به درستی واسه من میفته. خب اینم از ویدیو خیلی کوتاهمون. این ادان خیلی کاربردیه، میتونید جوشکاری تو خیلی از سطوح بسازید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، میتونید تو کانال من سابسکرایب کنید. فعلا.